دستهایش بسته بود از پشت، اما مشت. جامش از جنس خون و جامش از خمخانه زرتشت. خسته تن، جان در خطر، آزرده دل، خاموش. مهر را در سینه می پرورد، کینه را در خیشتن می کشت. ارغوان دیدگانش با شفق ها و شقایق های میهن گفتگو می کرد. تیر باران نگاهش بارگاه معتصم را زیر و رو می کرد. دل به فرمان دلیری داشت، ترس را بی آبرو می کرد. اهرمن از خشم می لرزید، دژ دل و دژ خو و دژ آهنگ بانگ زد. با واژگانی زشت و بی فرهنگ، ای سگ، ای زندیق، کامت چیست؟ ای موالی، ای عجم، سودای خامت چیست؟ پس چرا از ما نمی ترسی؟ پس چرا بر خود نمی لرزی؟ بابک اما رای دیگر داشت. کشتی اندیشه در دریای دیگر داشت. در نگاهش مرگ آسان می نمود، اما زندگی در باورش معنای دیگر داشت. تن میان جمع و دل در جای دیگر داشت. زیر لب نجوای دیگر داشت. زنده باید بود و شادی کرد، مامبوم خیش را باید نگهبان بود با پیام راستی. با مردمان بایست رادی کرد. اهرمن فریاد زد، افشین چه میگوید؟ و افشین، وای افشین، آن گناهکار پریشان روزگار، شرمسار از برگ خونی تاریخ، آن همان آکنده از هر گند، آن همان بیریشه بی پیوند. ترسناک از کرده خود سر به زیر افکند. اهرمن با تیزخندی طعنه زد، بابک هراسانا. و بابک آن گوه نستوه، آن نستوه سبلانکوه، آن اسطوره بیگانه با اندوه، آن آیین دار مزدک و مانی، آن دل خسته از تزویر و
نیرنگ مسلمانی، چشم در چشم ستم فریاد زد. بسیار آسانا بار دیگر نعره زد تندیس استبداد و پژواک خروشش رفت تا ژرفای آذرپاد که دستش را بزن جلاد و دشخیم سیه بنیاد همان مزدور ظلمتخانه بیداد با یک ضربه از پهلو چنان زد تا که خون فواره زد از پاره بازو. تهمدل در هم کشید ابرو، سهمدل خرخنده زد بر او. اختران کی میبرند از یاد آن شبی که شیون شمشیرها پیچید در بغداد. و بابک تا نبیند اهرمن سرخی او را زرد، تا نخواند از نگاهش درد، تا نپندارد که پایان یافت این آورد، چهره را با خون ناب و تابناکش ارغوانی کرد. وانگاه تا نیفتد پیش پای اهرمن خود را به پشت انداخت، چشمها را بست، شهپر اندیشه را وا کرد. بال در بال همای عشق گشت و گشت و گشت تا خود را بر فراز کشور سیمرغ پیدا کرد. هر طرف هر سو نگه افکند، یک طرف کوروش، سیاوش، کاوه چون خورشید، سوی دیگر رستم و گردآفرید و آرش و جمشید. و با نور افکن امید پیر توس و خیزش یعقوب و دیباشید را هم دید. و دیگرگاه بر لبانش گوهر لبخند، دست در دست هزاران بابک آزاد یا در بند، با آسودگی جان باخت. او روانش را ز ننگ بردگی پرداخت تا سالنامه‌های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید.